خدمت شما عرض بکنم آقای خسروجردی، دقیقا همین موضوعی که شما اشاره کردی. ببینید، قالب ترکیب تیم ملی فوتبال ایران رو بازیکنانی تشکیل میدن که در اروپا بازی کردن، با مربیان بزرگ فوتبال اروپا کار کردن. همین بازیکنانی هم که در داخل ایران هستن، قاعدتا امیر قلعه نویی، صادقانه باید بگیم ما با توجه به پتانسیل فوتبالمون، با توجه به نتایجی که فوتبالمون در طی این سالها گرفته و ساختار فوتبالمون، باید بگیم مربیان داخلیمون چیز آنچنان، یعنی دانش آنچنان زیادی ندارن که به بازیکنان انتقال بدن. بازیکنها هم به خصوص بازیکنهایی که بیرون ایران فوتبال دارن میکنن، قطعا اگر تمرینات آقای قلعه نویی و مجموعهشون تمرینات مدرنی نباشه، تمرینات بروزی نباشه، مطمئن باشید به دو سه ماه کشیده نمیشه که صدای اعتراضشون در میاد و به قولی تو کار مربی میذارن. آقای قلعه نویی اگر میخواد واقعا با تیم ملی نتایج خوبی رو بگیره، باید تعارف رو کنار بذاریم. ایشون نباید هیچ مربی داخلی رو در کادر تیم ملی استفاده بکنه. باید حالا که فدراسیون فوتبال $1-2 میلیون حداقل تو هزینه استخدام سرمربی صرفه جویی کرده، از فدراسیون فوتبال بخواد که بهترین دستیاران رو، از دستیار اولش، از تمرین دهنده، از مربی دروازه‌بانان، از بدنساز و تمام به قول معروف دستیارانش که تو کار فنی هستن، به خصوص حتی آنالیزورها، بخواد بهترین نفرات رو در کنارش قرار بدن تا بتونه به قول معروف تمرینات مدرنی داشته باشه، تمرینات بروزی داشته باشه که بازیکنها اشتیاق کار کردن با این سرمربی رو داشته باشن. اگر آقای قلعه نویی رو بخواد مثل عادت اکثر مربیان ایرانی حالا رفیق بازی بکنه، از مربیانی که سابق بر این باشون همکاری کردن استفاده بکنه در تیم ملی، مطمئن باشید بازیکنان بعد از یه مدتی این مسائل رو به رسانه ها و فضای مجازی میکشونن و حاشیه ها شروع میشه. حالا باید انتظار بکشیم ببینیم آقای قلعه نویی چه تصمیمی میگیرن راجع به دستیارانشون و چه نفراتی رو کنار خودشون برای شروع تمرینات تیم ملی انتخاب میکنن.